کدوم گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟ در یک سل پوششی زنده و فعال مری لازم است تا محصول نهایی قندکاف یا گلیکولیز. محصول نهایی قندکاف یا گلیکولیز میشه پیروات. حالا پیروات ابتدا یه CO2 از دست میده، میشه مولکول دو کربونه. بعد از اینکه CO2 رو از دست داد میگیم چه اتفاقی میفته؟ NAD مثبت تبدیل به NADH میشه. پس ترتیب و نگاه، یک، اول CO2 ساخته شد، دوم NADH ساخته شد، سوم بنیان استیل هست تا این دوتاییه. خب بنیان استیل بهش کوانزیم A وارد میشه یا متصل میشه، استیل کوانزیم A ساخته میشه. این میشه ترتیب، شماره 1، شماره 2، شماره 3. میگه ابتدا در درون میتوکندری NAD مثبت میسازه. اصلا ما میبینیم که NAD مثبت ساخته نمیشه، NADH ساخته میشه، پس از لحاظ علمی اصلا نادرسته. در میتوکندری باید CO2 از دست بده. خب اولین اتفاقی که افتاد CO2 رو از دست داد، پس فعلا نگه میدارم گزینه 2 رو، در قشای درونی راکیزه به کوانزیم A متصل بشه. اولا که تو قشای این اتفاق نمیفته، تو بستره میتوکندری میفته و حتی اگر 1 میلیاردیوم درصد هم اصلا اونم در نظر نگیریم، موضوع اینه که گزینه 2 نسبت به گزینه 3 داره زودتر اتفاق میفته. گزینه 3 که اصلا اینجا خرابش کرده، من اصلا میگم اونم نادیده بگیر. موضوع اینه که اول CO2 بعد کوانزیم A بس میشه، حتی از اون لحاظم غلط در میاد. و گزینه 4 میگه در ماده زمینه میانیاخته یا سیتوپلاس اکسایش پیدا میکنه. نه خیر، داخل میتوکندری اکسایش پیدا میکنه، داخل سیتوپلاس اکسایشی وجود نداره. و اگرم بخوام بگم اکسایش پیدا میکنه، اصلا گیریم، میشه تخمیر، تخمیر لاکتیکی. بله، پس میگیم اصلا اینجا ارتباطی نداره به این داستان. همون گزینه 2 میشه گزینه صحیحمون.